و عزیزان در خدمتون هستم برای فال روزانمون با هم میپردازیم به انرژی جمعه 10 شهریور. دوستان مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین، خیلی خیلی خوش آمدین دوستان، صفا آوردین و مثل همیشه من سپاسگزار و قدرشناس تمام زحمات شما دوستان، یاران و عزیزان کانال هستم. ببینیم با هم دیگه برای این روز عزیزان دل در چه انرژی های هیجانی قرار دارین و اولین هیجاناتی که با شما همراهی میکنن چه کارتی هستش. دوستان من این کارتتون رو میریزم. اینجا کارتی که افتاد دوستان حرف از نوستالژی میزنه، خاطرات گذشته رو دارم میرم، همینجور یک سریاتون دارین مرور میکنین، قبلا بهتر بود، قبلا اینجور بود، اونجور بود، یاد عزیزانتون هستین دوستان. خب ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه. اوپ 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 چقدر سرصداش زیاد شد یه باره. خب ببینیم چه خبره. اوپ 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 دو تا کارت افتاد دوستان. میگه که سرنوشت در کنارتون هست دوستان، دوره جدیدی پیش روی شما داره باز میشه که در اون سرشار از موفقیت هست. دو تا کارت و دو تا آرکان ماژور و سومی آرکان ماژور یا تاروت کبیر این پشت افتاده. یک شروع دوباره باز هم داره چکش میزنن کارت ها، شروعی که در اون سرشار و لبریز از موفقیت هست برای شما، با اینکه احساس میکنین الان گذشته بهتر بود ولی آینده چه به به در خواهد شد. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه از کارت های سیمبولون استفاده میکنم. ببینیم سیمبولون بهتون چی میگه دوستان عزیز. نیست که نمیخواد بیفته کارت. دیگه وقتی هم میفته دست کارت میفته. نه لطف کنین درست حسابی کارت بدین. اوکی خب دو تا کارت افتاد، دو تا کارت. حرف از این میزنه که موفقیت شما به خاطر تفکرتون هست دوستان عزیز، به خاطر این هستش که با استراتژی دارین جلو میرین، با برنامه جلو میرین و اینکه دارم میبینم که ببینین باز هم حرف از شروع میزنه و اینکه تصمیم گرفتین، عزمتون رو جزم کردین که کاری رو انجام بدین و این کار رو به صورت بهینه انجام بدین. من احساس میکنم شرایط رو برای خودتون مهیا دارین میکنین دوستان. خیلی قشنگ هست کارت ها، پیشرفت شما رو دارم میبینم با استراتژی، سرنوشت هم در کنارتون هستش، همه چیز با هم دیگه دست به دست هم دارن میدن که شما از یک شرایطی که شاید در اون یک مقدار امیدی وجود نداره یک چیز بهتر و زیباتر بخواین بسازین. من یک کارت دیگه میکشم از این دسته کارت ها و بعد میرم سراغ خوندن کارت های دیگه دوستان عزیز. بله ببینیم باز هم یک آرکان ماژور دیگه اینجا افتاد، پر از آرکان های ماژور تاروت کبیر هست برای شما. بله دوستان دارم میرم با صلابت جلو میریم، با صلابت در راه پیروزی هستین، میدونین چی میخواین. باز هم کارت شروع داره چکش کاری میکنه، شرف از شروع براتون داره میزنه و اینکه با صلابت با برنامه دارین حرکت میکنین. میفهمم چی میخوام. اوکی اوکی عزیزان دل بریم ببینیم دوستان عزیز چه خبر هست در کارت های دیگه. و اولین کارت هایی که حرف از انرژی های مختلف شما در دامن های مختلف زندگی که شما میزنن چه کارت هایی هستن. خب در انرژی شما چه خبر هست؟ با 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 با. یک کارت افتاد. اوکی ببین دوستان عزیز توجه کنه، یک سری از شما دارم میبینم که در یک ازدواج ممکن هست باشین عزیزان دل، که در این ازدواج احساس سردرگمی میکنین یا در ارتباط با یک ازدواج، حتما در یک ازدواج نیستین، در ارتباط با مسئله ازدواج احساس سردرگمی میکنین و اینکه آنچه را که میخواین ندارین. برای یک سری دیگه دوستان دارم نه اصلا به طور کلی در زندگیتون در حال حاضر با اینکه
سعی میکنین که یک دید مهربانانه نسبت به خودتون داشته باشین و زندگیتون داشته باشین، میترسین از اینکه اون چیزی که میل شما هستش دستتون نیاد. یک حالت سردرگمی احساسی و اینکه خلایی در زندگی شما وجود داره. در مورد مسائل احساسی شما دارم میبینم که ببین دوتا آرکان ماژور باز اینجا افتاد. یک سری از شما مجرد هستین و زندگی احساسیتون در یک استاندبای هست. یه سری از دیگه از شما ممکنه هم در زوج باشین ولی احساس تنهایی میکنین و در خودتون دارین یک مقدار فدا میکنین و در فداکاری هایی هستین. در ارتباط با زندگی کاری شما دوستان عزیز، در ارتباط با زندگی کاریتون حرکت سری دارم میبینم به سمت جلو و اینکه دارم میبینم که خودتون افتادین اینجا که قدرتمند هستین و کارتون رو دوست دارین. باز در دامنه کاری دارم میبینم که خبرهای خوب ممکنه از سراغتون بیاد، موقعیتی سر راهتون قرار بگیره، باز هم حرف از شروع میزنه، همه چیز سرعت بگیره و اینکه قدرت شما زیاد هست و فراوانی کار ممکن هست این روزا در سر کار شما وجود داشته باشه. در مورد مسائل مالی، در مورد مسائل مالی دارم میگم دوره سخت داره به پایان میرسه دوستان. دردها پشت سر شما خواهند بود و از این به بعد زندگی کائنات در کنار شما هست در ارتباط با زندگی مالی شما، در ارتباط با زندگی اجتماعی شما. یک کارت افتاد اون طرف. بله دوستان، یک سری از شما دوستان عزیز توجه کنید، ایمان دارین که یک مسئله خیلی زیبا داره برای شما به وجود میاد، یک رستاخیز، یک شروع دوباره داره براتون به وجود میاد. در دامنه اجتماعی شما مسئله شما رو داره بهتون انگیزه میده دوستان. اوکی؟ جان دوباره گرفتن. چالشتون این هست که معنوی باشین، به معنویتتون برسین، قدرت بگیرین و چیزی که کمکتون میکنه ذهنیت شما هست. که بخوایم به معنویت برسیم، زمانی که من ذهنم رو آرام میکنم خب به معنویت میرسم. زمانی که این ذهن همیشه روشن باشه معنویت صفر هستش. خب برای که همه چیز رو میخوام فقط با دید ذهن و منطق باش برخورد کنم، نه اینکه منطقی با بسار رفتار رو نکنیم، یعنی که مثل یک ماشین میمونم. اوکی، بریم ببینیم که به چه سمتی دوستان عزیز میرین. خب یک سری از شما عزیزان دل دارم میبینم که تغییراتی داره برای شما به وجود میاد که از نظر مالی، تغییرات مالی اینجا داره حرف میزنه که دارم میبینم که مقدار شما رو ممکن هست مایوس کنه، اون جوری که دلتون میخواد مسائل نباشه، ولی دارم میبینم که پشت کارت ها باز هم حرف از نوستالژی میزنه. یعنی به سمتی که داریم میرین در مقایسه با گذشته هستش. نوستالژی اینجا، نوستالژی اینجا هستش. شرایطی که داره برای شما پیش میاد، تغییراتی که داره برای شما پیش میاد، شاید آنچنان به مزاق شما اون چیزی که میخواستم نباشه دوستان. اوکی؟ خب عزیزان دل، من یه خلاصه از کارت ها بهتون میگم و بعد میرم سراغ کارت های دیگه. دوستان عزیز، برای شما نوستالژی میبینم اینجا. یک سری از شما در راه تغییرات هستین و در راه پیشرفت هستین، با برنامه ریزی و استراتژی جلو میرین و اینکه دارم میبینم که کارهایی رو دارین انجام میدین با صلابت که شما رو به هدف خودتون داره میرسونه. تو انرژی های شما دوستان یک سریاتون یک خلعی وجود داره حالا و سردرگمی دارم میمیرم. حالا دو ممکنه در ارتباط با یک ازدواج باشه، در ارتباط با زندگیتون باشه، با اینکه دارم میمیرم که دید شما مهربانانه هستش و دارم میمیرم برای که از سردرگمی در بیان یک سریاتون مشاوره میطلبه. در ارتباط با مسائل احساسی شما عزیزان دل دارم میبینم که یک سری شما مجرد هستین و اینکه زندگی احساسی شما در ایس هست، برای یک سری دیگه دارم میبینم که فداکاری هایی رو انجام دادین یا قربانی شدین یک سریاتون دوستان. در زندگی کاری شما دوستان عزیز دارم میبینم برای شما حرکت مثبت به سمت جلو و فراوانی. ممکنه کار شما این روزا زیاد باشه ولی آنچنان برای شما ناراحت کننده نیست، بلکه حال شما رو بهتر داره میکنه، حالتون خوب میکنه. در ارتباط با مسائل، این در مورد مسائل مالی شما هست که دارم میبینم که اون دردها پشت سر شما هستن، ولی جالب اینجاست که این آخر باز هم در مورد مسائل مالی داشت صحبت میکرد. در مورد مسائل اجتماعی هم دارم یک شروع میبینم، دوبار شروع میزنه، شروعی که به اون ایمان دارم و انگیزه که داره سراغتون میاد. پروژه در دامنه اجتماعی، مسئله داره میاد سراغتون که به شما خیلی انگیزه میده. چالشتون این هستش که
یک انرژی معنوی بالا داشته باشین، چیزی که کمکتون میکنه دوستان ذهنیتتون رو، وقتی که ذهنتون رو در آف میذارین، در خاموشی میذارین، به چه سمتی میرین؟ یک سری از شما از تغییرات مادی که دارین آنچنان رضایت ندارین، به مزاج شما آنچنان خوش نیستش و این در حالی هستش که اینجا دارم میبینم که در مورد مسائل مالی دوره جدیدی داره پیش روی شما باز میشه. خب ببینید عزیزان دل، در ارتباط با مسائل احساسی شما چه خبر هست؟ من از کارت های احساسی از چه کارتی استفاده کنم؟ از این کارت استفاده میکنم. اوکی، یک کارت اینجا باقی مونده، برش دارم ببینیم چه خبره. حرف از مشکلات میزنه و بریم ببینیم کارت بعدی. باز هم گم و گیجی میزنه در ارتباط با مسائل احساسی. احساس میکنم یک سری از شما دوستان یک مقدار گم و گیج هستین عزیزان دل. اوکی، ببینیم دوستان خوب در ارتباط با، و اینکه نمیدونیم برای چی، خودتون هم نمیدونیم برای چی، در ارتباط با قطب مؤنث و نه جنس مؤنث ببینیم در چه انرژی هایی هست. دوستان عزیز، قطب مؤنث چه حرفایی رو به شما میزنه؟ شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین قطب مؤنث هستین و نه جنس مؤنث، خانم یا آقا باشین، دوستان خوب یکی هستش، گوگولی مگولی و معنوی و احساسی هستین، امیدوارم اکابری نباشین. خب اینجا میگه که من میپذیرم که انتخابات تو با من متفاوت باشه و من میپذیرم که تو یک نظر مخالف با من داشته باشه. اوکی، خدا رو شکر. میگه من راهنمایی شده هستم توسط کائنات و من به خودم ایمان دارم، خدا رو شکر. میگه که من میخوام همه چیز درست باشه و اینکه نمیخوام هیچ چیزی از اون چیزی که من در نظر گرفتم سرپیچی کنه. اوکی، خدا رو شکر بازم. به روزان عزیز، قطب مؤنثی هست که شخصی هستش که کاملا دارم میبینم که زندگیشو دستش گرفته، راهنمایی شده هستش، یعنی که هم معنوی هستش و هم به مادیاتش میرسه و متوجه شده که من متفاوت هستم با دیگران، شخص مورد نظر من، دیگرانی که دوروبر من هستن حتما نباید مثل من باشد، ولی من سختگیری هایی دارم، لیستی دارم که اگر که افرادی که دوروبر من هستن، اگر که کسی وارد زندگی من میخواد بشه، باید به اون حریم من، قوانین من احترام بذاره و رعایت کنه. این علکیه که میگه من میپذیرم که تو نظر مخالف داشته باشه. اوکی، میپذیرم، ولی برد خونه خودت، درم رو خودت ببند، توی خونه من نیا. به این صورت هستش، سختگیر هست، حق داره، پوستش کاه شده تا اینکه بخواد به این درجه برسه. و اما بریم ببینیم که به ظاهر آره میپذیره. خب بریم ببینیم دوستان قطب مذکر و نه جنس مذکر، افرادی که منظور آقایون نیست، منظور افرادی که ارزش‌های پایین دنیاوی ارزششون هست. میگه که من نقاشی میکنم و مینویسم و معمولاً کسایی هستن که شما رو رها کردن توی یک رابطه هم دوستان، و اینکه تو نمیدونم باعث تو انرژی من هستی و نمیدونم تو باعث تمام این خلاقیت‌های من هستی. اوکی، میگه که من به خودم به لطف تو ایمان دارم و به خودم افتخار میکنم. یه ماچ گندم واسه خودش و یه کف محکم واسه خودش جلوی آینه بفرسته. میگه که من دوست دارم که دیگران هم از من خوششون بیاد و میخوام برم دلبری کنم و در واقع من به خودم اعتماد به نفس ندارم. ببین، آدمی هستش که با اینکه به شما فکر میکنه، با اینکه شما اینقدر بهش بادش کردین، این به قول اینجا یا اینجوری ساق پاش حسابی باد شده که احساس میکنه چه آدم مهمی هستش، بس برای من حالا که آدم مهمی هستم تو دیگه برای من مهم نیسته، چون من باید برم دیگرانم نشون بدم ببینی آها من آنم که رستم بود پهلوان، بوز عالی جیب خالی، اول آن کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم، حالا دیگران باید از من خوشش رو میاد. اینم از قطب مذکر دوستان. ببینیم عزیزان دل، شخص مورد نظر شما یا عزیز در گذشته احساسی شما، ببینیم چه پیامی برای شما داره. میگه که من دوست دارم با تو تماس بگیرم، دوست دارم که تو رو ببینم، ببینم چه کار میکنی و اینکه دوست دارم که با تماس بگیرم.
ولی اینو هی دارم دور و دور عقب و عقب تر میندازم. اما میخوام این کار رو انجام بدم برای اینکه این مسئله خیر رو خیلی دوست دارم. و ببینیم پیام فرشتگان برای شما چه چیزی هست دوستان عزیز. آرکان گابریل میگه که تو به این زودی اخبار مثبتی به دریافت خواهی کرد و این کانال مکالمه من و تو کانال مکالمه من و تو با هم دیگه الان کاملا باز هست. قلبت رو باز بذار و اینکه حقیقت رو با عشق بیان کن بدون این هیچ ترس. اوکی؟ و بریم ببینیم دوستان عزیز، عزیزان از دست رفتمون چه پیامی دارن برای شما. دو تا کارت اینجا افتاد. میگه که ادامه بده به بزرگ شدن و اینکه دانش جدید رو یاد بگیر. من تمام من برات از اینجا دست میزنم برای زحمات تو. و کارت بعدی میگه که فراموش نکن که تو دوست داشتنی هستی و عشق هرگز نمیمیرد. دوستان عزیز، روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. عزیزان دل، این فال شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و سپاسگزارم از اینکه با من همراهی کردین. روز روزگار خوش دوستان و خدا نگهدار.